I shudder to think what's going to happen. از آنچه در افغانستان می گذرد خیلی ناراحت هستم. محروم کردن زنان از آموزش بسیار نگران کننده و ترسناک است. زیانی که از این رهگذر به آنان وارد می شود را نمی توان به یک رقم خاص پولی برآورده کرد. این موضوع برای من حائز اهمیت زیادی است. تا جایی که توان دارم به حیث مشاور بخش آموزش برای زنان و اخیراً با قرار گرفتن در هیئت مدیره برای این دختران کارو تلاش می کنم. دختران جوان که ما توانستیم از طریق بورس تحصیلی از افغانستان به ایالات متحده بیاوریم، هر کدام آنها نمرات خوب میگیرند و در دانشگاه ها درس میخوانند. میخواهند برگردند و برای دیگران کمک کنند. اما متاسفانه در افغانستان نسل زنان در کل از حق تحصیل محروم شده. حتی بیشتر از آن برای ما و شما این وضعیت خیلی ناراحت کننده است که نمیتوانیم آنان را از همچو وضعیت بیرون کنیم. So, as someone that you are expert in international education, you have. شما در بخش آموزش بین‌المللی تخصص دارین. مشوره شما برای سایر نهادهای آموزشی چی است که بتوانند در زندگی شاگردان به خصوص زنان مؤثر واقع شوند؟ Absolutely. I would urge more universities. من از سایر رهبران دانشگاه‌ها در ایالات متحده خواستم تا لطفاً با اهدای بورس‌های تحصیلی برای دختران افغانستان و سایر نقاط جهان که فرصت تحصیلی ندارند و با منابعی که دارند کار کنند و برای این افراد فرصت آمدن به آمریکا را فراهم سازند. این کمک‌ها خیلی کم می‌باشد، اما می‌تواند زندگی یک کسی را تغییر دهد. به همین خاطر ما باید دست به دست بدهیم و برای زنان در سراسر جهان فرصت‌های مساوی آموزش را ایجاد کنیم. So how do you assess US initiatives for education? تلاش های ایالات متحده را برای کمک به زنان مهاجر افغان در قسمت تحصیل چطور ارزیابی میکنید؟ برخی دخترها مشتاق شمولیت در مراکز تحصیلی آمریکایی هستند. آیا آنها را کمک میکنید؟ Work that is being done is very meaningful. اندازه کار که برای تحصیل دختران شده است بسیار مفید و بامنی است و تاثیر خود را دارد. اما هنوز کار زیاد باقی مانده است و باید روی آن کار کرد. رقم کسانی که نیاز به کمک دارند زیاد است و اندازه کمک برای آنها در حد اقل است. به همین خاطر این تلاش باید بیشتر شود. How it will make a difference for them. برنامه های آموزشی که شما دارین در زندگی شاگردان چه تفاوت را ایجاد می کند؟ شما برنامه های برای افغان هایی که در ایالات متحده هستند دارین؟ Absolutely. Currently we have three programs. البته که داریم. همکنون چند برنامه را پیش میبریم. یکی از آنها حمایت اکادمیک و برنامه های مشوره‌دهی برای فرزندان مهاجرین که اکثریت آنها با آمدن در ایالات متحده نیاز به رهنمایی و معلم دارند. و از طریق زوم هفته چهار روز با آنها کار میکنیم و برایشان در قسمت دروس مکتب کمک میشویم. و در این حال آنها را با سیستم مکاتب آمریکایی بلد میسازیم و برایشان سیستم را معرفی میکنیم. به خاطر که والدینشان این تجربه و مهارت را ندارند. گزارش های اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش مدرسه ها در افغانستان حتما دیدین. به نظر شما مدرسه ها سیستم آموزشی درست معیاری برای شاگردان بوده میتونه؟ Sadly, from what I have seen, it does promote. متاسفانه آنچه که من دیدم، این سیستم تدریس بیشتر یک ایدئولوژی افراطی را انکشاف می‌دهد و کار اصلی یا دروس مکتب در حاشیه قرار می‌گیرد. در همچو وضعیت افراطگرایی مسلط می‌شود که با افغانستان و فرهنگ آنان ناشنا است. می‌دانم که اکثر خانواده‌ها می‌خواهند فرزندانشان درس بخوانند، اما بسیاری از شاگردان حالا در این سیستم درسی گیر ماندند و راه بیرون رفت برای آنها باقی نمی‌ماند. و جای تأسف است که این وضعیت ادامه دارد. به نظر شما سیستم آموزش مدرسه های مکاتب دینی می تواند که جایگزین خوب یک سیستم آموزشی شود؟ معتقد نیستم که مکاتب دینی بتواند گزینه بدیل سیستم آموزشی در افغانستان باشد. اما کاش آنها برخی از مضامین دیگر را یا روش های دیگر آموزش را یا حتی آموزش تجربوی را شامل این پروسه می کردند. نهاد تلاش جهانی مؤثر یا Global Initiative Impact در قسمت خلای آموزش در افغانستان چی کمک می کند؟ آیا برنامه های آموزش آنلاین دارین؟
من امیدوار هستم که فرصت‌های بیشتر از دروس آنلاین وجود داشته باشد. دست ما بسته است و منابع محدود داریم. به همین خاطر برنامه‌های ما برای کودکان مهاجر در ایالات متحده متمرکز است. ما فرصت آموزش آنلاین در افغانستان را نداریم و می‌دانم که برخی از این گروه‌ها این کار را شروع کردند و موفق هستند. می‌توانیم با آنها همکاری و کمک نماییم. به خاطر که نهاد ما به حق آموزش باور دارد که می‌تواند در زندگی افراد تغییر بیاورد.